آیا زبان ما ارزش آموختن را دارد؟ این پرسش است که اکثراً آن را با آواز بلند مطرح نمی سازیم. با آنکه در نزد بعضی ها این پرسش به گونه حل شده است که مسلماً به سود زبان مادری ما نیست. علت این که یک تعداد از ما خصوصاً جوانان این گونه می اندیشند زیاد است. آنها فرهنگ خود را که زبان جزء آن است در مقایسه با فرهنگ آلمان در مقام پایین تری قرار داده و در نتیجه از آموختن زبان مادری و روی آوردن با دیگر سنن ملی و اجتماعی ما سرباز می زنند. اما باید دانست که مسئله برتری این فرهنگ بر آن فرهنگ و یا مردود شمردن این یا آن زبان اصلا خالی از مفهوم است. چه اگر دو فرهنگ مختلف در مقام مقایسه می آیند، فقط یک ویژگی همفهم و ساده به دست می دهد و آن دگرگونگی آنهاست. زیرا هر کدام در شرایط ویژه جغرافیایی، تاریخی و اجتماعی که شاید با شرایط با وجود آمدن آن دیگر اصلا شباهت هم نداشته باشد با وجود آمده اند. در ذهن کنجکاو شاید سؤال پیدا شود که پس چرا همه می خواهند با انگلیسی صحبت کنند؟ آیا این به دلیل برتر بودن زبان انگلیسی نیست؟ به جواب می گوییم نخیر. مسئله فقط در اهمیت اقتصادی و سیاسی کشورهای انگلیسی زبان است. این موقف بظاهر برتر را روز اسپانیا دارا بود. این موقف بظاهر برتر را روز فرانسه دارا بود و این موقف بظاهر برتر را تا گذشته نچندان دور شوروی در اروپای شرقی دارا بود. پس باید اهمیت سیاسی و اقتصادی را با سطح فرهنگی و ارزش زبان به اشتباه نگرفت و نگذاشت تا سرطان به نام حقارت فرهنگی دامنگیر ما گردد. دلیل دیگری که یک عده از جوانان را ظالمانه به کجراهای معلق بودن میان دو فرهنگ و بریدن از زبان خیش می کشاند، عدم آشنایی با سنت ها، عادات و تاریخ ما می باشد. آنها موقف تاریخی مردم، سلسله و بالاخره خود را در گذرگاه تاریخ ندانستند. آنها از خوشی و غم، جور و جفا، رنج و کامروایی که بر سنگ سنگ و سلول سلول این ملت گذشته و خون و شیر آنها شده آگاه نیستند. و بالاخره آنها از مایه های مباهات و درونه افتخارات و غرور ملی خود بیخبر افتاده در درون فضای خالی میان دو فرهنگ دست و پا می زنند. اینها بدان معنی نیست که ما مخالف آموختن زبان آلمانی و یا زبان دیگر خارجی هستیم، بل از طرفداران این آموختن نیز می باشیم. چون می دانیم که همپذیری و در هم تأثیری فرهنگ ها امری است ناگزیر و بجا و از طرف ما صرف بدین وسیله می توانیم تا دانش و تکنیک پیشرفته آنها را کسب کنیم و آشنایی با فرهنگ های بیگانه خود در جهت تکامل شخصیت انسان تأثیر بسزایی دارد. برخورد تحقیر آمیز بعضی از آلمانی ها در مقابل عناصر فرهنگی خارجی و بیگانه علت دلزدگی یک تعداد از جوانان از عنعنات و رسوم خود می گردد. دلیل آن شاید این باشد که گوشه های مثبت فرهنگ ما را کمتر شناختند و یا اینکه در برج آج برتری فرهنگی اروپایی با ایگویزم نابخردانه دست و گریبانند. یک تعداد هم هستند که انگیزه درونی برای آموختن زبان مادری در خود نمیابند، چون میخواهند با قطع رابطه با هرچه که بوده با زندگی نو و مرفعی که فرارویشان از زندگی اروپایی مجسم دارند دست یابند. اینان فریب ظاهر مجلل و پرزرق و برق زندگی اروپایی را خورده و آن را کمال و اوج تمدن بشری می دانند. برای واضح ساختن این مسئله، اندیشه والای از مولوی بلخ که مصداق درون نگری و جرفای دیر اوست فقط در یک مصرا می آوریم. آب را دیدی، نگر
در آب آب. در خاتمه با پرسش طرح شده در عنوان این طور جواب می دهیم: بله، زبان ما ارزش آموختن را دارد و هرگاه کسانی که یک بار دیگر یک جا با ما با این مختصر بالای ارزش آن فکر کرده باشند، آن را می آموزند و می آموزانند.